رسیدیم به نهر ششم در بیان عدل و ظلم و مکافات. در بیان میامن عدل و نتایج ظلم و مکافات هر فعلی و این نهر به سه رشته منقسم می شود. خب سخن از عدل و ظلم و مکافات اعمال است. رشته اول در بیان عدل. در بیان فواید عدل که بقای عالم بدان منوط و متعلق است که بالعدل قامت السماوات و الارض. سخن از فایده های عدل است که می‌فرماید بقای عالم وابسته به عدل و عدالت و اعتدال است که فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین به واسطه عدل قیام دارند و آسمان ها و زمین اگر عدل نباشد در حقیقت در کار خود بیکارند، از کار خود و آنچه که آسمان ها و زمین رو در شکل فعلی و در شرایط فعلی قرار داده است همین عدل الهی است. و عدل دو نوع است، یکی سوری و آن است که قوت عامله به دو تمام شود. عدل میگوید که دو نوع است، سوری عدلی که در ظاهر است، ظاهری است و ما در ظاهر اون رو میبینیم که قوت عامله به دو تمام است، چه نفس را دو قوه است، عالمه و عامله، یعنی اینکه نفس دو حالت دارد، یکی عامله و یکی هم عالمه، یعنی در حقیقت یکی نظری و یکی عملی. عامل کسی که عمل می کند، نفسی که عمل می کند، و عالم نفسی که علم دارد. و البته معمولاً می بایست که اول تجلی نفس عالم اتفاق بیفتد، اول علمی اتفاق بیفتد، و همان که استاد فرمودند در عالم ذهن این می بایست که روشن شود، اول ذهن انسان با مسئله آشنا می شود، سپس عمل به دنبال آن قرار می گیرد و عملی که در پی آن علم می آید. بنابراین نفس دو قوه دارد، عالمه و عامله، عالم است و عامل است، علم دارد و اهل عمل است. اما عالمه به عقل و خرد کامل گردد. خب مشخصه که عالمه، قوه عالمه نفس با با عقل و خرد کامل می شود و عامله به عدل و راستی تمام شود و قوت عامله نفس هم به واسطه عدل و راستی و درستی است. پس آن کاری که عقل با علم انسان می کند همان کار را عدل با عمل انسان انجام می‌دهد و از ذهن خروج می‌یابد و به عمل و ارکان و جوارح می‌رسد. و این عدل امری است نسبی و صفتی اضافی که در نهاد همه کس باید که باشد. این هم یک امر نسبی است، یعنی نسبت به هر کس فرق می‌کند. می‌بایست گفت که همه چیز نسبی است و همان من و آن اول شخصی که استاد اشاره فرمودند در همین ارتباط است، یعنی اینکه همه چیز برای انسان برای من هست و هر کسی من مخصوص دارد، ذهن مخصوص دارد. و این رو علاوه بر اینکه جدیداً این مطالب مورد بحث واقع شده است، اما قبل از غربیان و قبل از فیلسوفان غربی نزدیک به 1200 سال این
نظریه سابقه علمی و فلسفی دارد و اگر روایات و آیات را هم مد نظر داشته باشیم 1400 سال است که نسبت به اینها پرداخته شده و توجه شده، اما چون این معارف عظیم در دست ما مسلمان ها بوده و ما مسلمان ها از علم معلصف فاصله فراوان گرفتیم، از این جهت است که به تبیین این مسائل نپرداخته ایم و توجه نکرده ایم. و این متن که مربوط به 700 سال قبل است همین مطلب رو اشاره دارد که میگوید در نهاد همه کس است و نسبی است و صفتی اضافی است، یعنی یک صفت ممکن است ذاتی باشد، یک صفت بر آن صفت اضافه می شود. و البته از مباحث فلسفه مضاف است که ما نسبت به آن بحث نمی کنیم. این است که همه چیز نسبی است، همچنان که علم نسبی هست عدل هم همچنان نسبی است و نسبت دارد با تمامی مسائلی که باهاش مواجه هستیم، از پادشاه تا رعیت و از خاص تا عام. این پادشاه و رعیت هم در هر دو علم هست و در هر دو عدل هست. علم منبعث از عقل است، پایگاه علم عقل است، خرد است و پایگاه عمل همان عدل و عدالت است. دوم معنوی، یعنی عدل دو نوع است، یکی سوری و یکی دوم معنوی است، و آن است که سالک در مقام قلب مستقیم شود. خب آن عدل سوری که ما باهاش آشنا هستیم یک عدل دیگری رو اینجا عرفا برای ما روشن می کنند، آن عدلی که معمولا در افواه مردم هست و در ذهن مردم هست این است که هر چیزی را در جایگاه خود قرار دهیم، و عدالت یعنی اینکه ظلم نکنیم، ستم نکنیم. این حد سوری عدل است، اما حد معنوی آن چیز دیگری است و اینجا به آن اشاره می کند. می گوید که سالک در مقام قلب و مستقیم شود. استقامت از قوامه میاد، قامه یعنی ایستاد، استقامت یعنی طلب قوام، طلب قیام و طلب اینکه انسان مستقیم باشد. مستقیم هم البته به معنای راست نیست، به معنای مثلا میگن خط مستقیم، این غلط است، یعنی خط راست و مستقیم معنای راست البته نیست. مستقیم آن چیزی است که قوام داشته باشد، اعتبار داشته باشد و معتدل باشد. قوام آن چیزی است که برآیند نیروها او را در حالت قیام قرار بدهد، و همین است که ما به آن اشاره می‌کنیم به استقامت و مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم که می‌گوییم، بعضی‌ها گمان بردن که این صراط یعنی صراط راست. ما اصلا صراط راست نداریم به اون شکلی که گفتن، صراطی که استقامت در او هست و صراطی که قوام در او هست، صراطی که معتدل است، صراطی که بر اساس عدل نهاده شده است، صراطی که بدور از افراط و تفریط است. این صراط مستقیم است، نه خط مستقیم و صراط مستقیمی که به نظر ما خط راست رو خط مستقیم میگوییم. و صاحب تعویلات گفته است که اقل درجات عقل آن است که سالک در صفات حق محو شود. حال ببینید، میگوید اقل درجات عقل این است که سالک در صفات حضرت حق محو شود، یعنی در مهمترین درجه عقل این است که سالک خود رو و عقل خود رو و هر چه که دارد رو فراموش کند و در صفات حق خود رو محو کند. چه قائم به نفس و صفات آن بر عدل مطلقاً قادر نیست. کسی که قائم بر نفسانیت است، کسی که نفسانیات بر او حکم میراند، البته او از اعتدال دور است، چرا که نفس انسان رو یا به سمت افراط میکشاند یا به سمت تفریط میبرد. از این جهت است که نفس میبایست کلن کنار کشیده شود
و پس از آن با عقل هم با اقل مراتب عقل اگر بررسی کنیم، این است که انسان همه چیزش را، همه صفاتش را در صفات خداوند مستحیل کند. عدل سوری عبارت است از وضع شی در موضع آن. یک عدلی هم که هست، عدل سوری، عدل ظاهری، همان وضع شی موضعه هست که شما در هر جا کلمه عدل رو ببینید این معنی رو براش نوشتن. این البته عدل سوری و ظاهری است و عدل درونی و باطنی نیست. وضع شیء موضعه یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دهیم. و مساوات البته عدل نیست. کسی مثلا روزانه چندین ساعت تلاش کند و نهایتاً یک نتیجه‌ای و پاداشی بگیرد و دیگری نصف آن شخص تلاش کند، آیا نتیجه آنها با هم برابر است؟ آیا این دو بایستی به اجر مساوی دست پیدا کنند؟ چون این نیست، بلکه این مساوات اینجا عین ظلم است، بلکه کسی که بیشتر تلاش کرده است بایستی اجر بیشتری ببرد تا نسبت به کسی که کمتر تلاش کرده است. بنابراین مساوات امر صحیحی نیست و آنچه که عدل رو به مساوات و مساوی بودن اشخاص بیان کرده اند این مورد توافق عقل نیست. از این جهت که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد، هر چیزی که هست، یعنی کسی که بیشتر تلاش کرده است بایستی بیشتر مأجور باشد، کسی که کمتر تلاش کرده است مثلا کمتر به او اجر و پاداش بدهند. این که ما بگوییم هر کس با هر شکل به شکل مساوی از مباهات استفاده کند، البته در امور اولیه چنین است، در حقوق اولیه بشری چنین است که همه بایستی از حد اقلها به صورت یکسان برخوردار باشند، اما در مراحل بالاتر البته این نسبت تغییر خواهد کرد. و نزد عرفا، خب عدل نزد عرفا چیست؟ اشارت هست بدان که هر قوتی را از قوای نفسانی و روحانی را کار وی فرمایند و جان عیسی وش را کارگر نفس خرطبع نسازد. خب میگوید که ولی در عدل در مورد در لسان عرفا این نیست که هر کسی رو به هر کاری وادار کنند. اینجا چون مراتب نفسانیه و مراتب روحانیه وجود دارد، بایستی در هر کسی در هر مرتبه آن کند که برای او ساخته شده است. هیچ وقت نبایست جان و روحی که عیسی مانند است او رو در اختیار نفس خرطبع، نفسی که طبیعتش خری و حیوانیست قرار داد. حیف است که عیسی رو مشغول خر بکنیم. میدانید که در ادبیات ما عیسی و خر با همدیگر یک مماثلتی دارند. یکی در اوج است، در اوج و در بالاترین حد، و دیگری در پایینترین حد است. از این جهت است که خب گفتن حضرت عیسی بر خر سوار میشده است و چنانچه گفتند بزرگان بر استر و خر سوار می شدند. حال اینها رو به عرفا هم این تمثیل ها رو گرفتند و نشان از عیسی که روح الله هست، عیسی رو روح الله دانستند و این خر رو جسم دانستند و می گویند که این حالت هایی که جسم انسان دارد خروش هست، خرمانند است. همچنان که خر گشنی می کند، همچنان که خر می خورد، همچنان که خر می خوابد، همچنان که خر کار می کند، این انسان هایی که از روح بی خبرند هم همچنان هستند و البته شاید با درجاتی از خر هم برخی از انسان ها درجاتی هم از او پایین تر باشند، چرا که هیچ خری بمبی نمی سازد که بر سر خرهای دیگر بریزد و دیگران رو بکشد و خرهای دیگر رو از زندگی ساقط کند. هیچ خری تفنگی نمی سازد که با آن تفنگ خرهای
دیگر رو بکشد و از بین ببرد، ولی این انسان به راحتی چنین میکند و به آن هم افتخار میکند. هیچ خری خر دیگر را شکنجه نمیکند، هیچ خری غیبت خر دیگر را نمیکند، هیچ خری به خر دیگر تهمتی نمیزند، دروغ نمیگوید. و از این جهت است که طبیعت همان است، طبیعتی که انسان رو وادار میکند، و فرق انسان هم با حیوانات همین است که این میبایست که از عقل بهره بگیرد و درک کند و عقل رو موجب مهار نفس خود قرار دهد. اگر میخواهد دروغ بگوید، عقل به او بگوید که دروغ گفتن کار خوبی نیست. اگر میخواهد در آزار دیگران بکوشد، زخم زبان بزند، هر کار دیگری میخواهد انجام دهد که زشت است، عقل به او نهیب بزند. اما او که بر اساس غرایز هست، او چنین کاری نمی کند. حال از حاشیه که بگذاریم، حضرت عیسی رو نماد روح بشری دانستند که از جانب خدا آمده است و پیامبر جان است، پیامبر نفس است، و نفس رو معادل خر قرار دادند، از آن جهت که حیوانی است و از آن جهت که برای تمثیل استفاده می شود. همچنان که عرض کردم، اینکه انسان دیگران رو با القاب خاصی تعریف کند مناسب نیست که مردم اون رو در حقیقت توهین محسوب بکنن. روزی یکی از عرفای بزرگ از راهی میگذشت، گفت خدایا، یک سگ گر رو دید، گفت که خدایا مرا بدین سگ برگیر. امام اهل تصوف جناب حسن بصری بود، در راهی میرفت و سگی را دید، گفت خدایا مرا بدین سگ برگیر، یعنی مرا به خاطر این سگ بیامرز، من رو مشابه این سگ قرار بده، من رو هم ردیف و هم عدل این سگ قرار بده. گفتن این چیست؟ تو شیخ الاسلام جهان اسلامی، در جهان اسلام مانند تو کسی نیست، چرا چنین میگویی؟ گفت اگر از عذاب خدایی به جهان، از این سگ برترم، اگر از عذاب خدایی به جهان، از این سگ برترم، اما به عزت و شوکت خداوند قسم که اگر من کار بدی انجام دهم، صدها بار این سگ از من برتر و بالاتر است. و این اصل است در عرفان، همین اصل است که خودشون رو به سگ مانند می کردن و البته خودشون رو از آن هم کمتر می دانستند، و بزرگترین افتخار این بود که بتوانند از عذاب الهی برهند و بجهند. آن وقت است که می توانند بگویند من از این سگ برتر هستم، و الا او از سگ چون حسن بصری و امثال او از دیگران بسیار برتر و والاتر است. چنان که بزرگی فرموده، حکیم عقل که استاد کارگاه دل است، روا مدار که در کار گل شود مزدور. حال ببینید، یک کسی که حکیم است، دانشمند است، به جای اینکه بیاید سخنان حکیمانه بر زبان بیاورد، به جای اسب عصاری او را ببندند و مجبور بشود آن سنگ را بچرخاند، یا اینکه کار به کار گل وادار شود. و کما اشعار حضرت المولوی قدس سره، عدل چه بود وضع اندر موضعش. اون عدل سوری رو بیان می کند. عدل چه بود، عدل چیست؟ وضع اندر موضعش، وضع در موضع، موضع یعنی جایگاه، جایی که برای آن وضع شده است. وضع خود یعنی قرار داد، وضع یعنی قرارداد. یک قرارداد ممکن است انسان‌ها قرارداد بکنند، ممکن است خداوند قراردادی نهاده باشد، هر چیزی وضع هست. وضع یعنی قرار دادن یک چیزی. موضع یعنی جایگاه وضع، آن جایی که این قرار دادن اتفاق می‌افتد. وضع در موضع یعنی قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش، و
هر چیزی که از جایگاه خود بیرون آمد البته فایده عقلانی اون از بین خواهد رفت. عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموقعش. میگه جایی که ما چیزی رو که در آنجا باید باشد در موضع عقلانی و موضع صحیح خود باشد آن عدل است، و هر چیزی که در جایگاهش نباشد آن ظلم است. این همی دان تو که آن کو عادل است، فارغ است از واقعه ایمن دل است. کسی که عادل است او از واقعه و از آنچه که در روز قیامت و یا از تمامی بقای ایمن است، دلش ایمن است و آسایش دارد و آسوده است. عدل باشد پاسبان کامها، نه به شب چوبک زنان بر بامها. یکی از صفات دیگری هم که میگوید و مولانا معتقد است خداوند عادل است و در جای جای مثلی به این اشاره کرده است. اشاره خاصی هم بکنیم از نظر کلامی که میدانید که ما و اهل سنت یک اختلافی در اصول دین داریم. اصول دین رو اهل سنت در حقیقت توحید و نبوت و معاد میدانند، ما دو اصل دیگر به آن افسوده ایم که به آن امامت و عدل میگوییم. بنابراین سخن از عدل معمولا در سخنان شیعیان امامیه بسیار است، اما سخن از عدل در میان اهل سنت بسیار اندک است و خیلی کم راجع به آن سخن گفتند. مولانا اما نسبت به عدل زیاد سخن گفته است و این خود نشان دهنده مشرب شیعی مولانا است که در جای جایی میتوان این همه اشاره به عدل که میکند و دقیقاً هم همه آن اشاراتی که میکند منطبق با مواضع علمای بزرگ شیعه هست، در این صورت اگر در این قسمت او را شیعه بدانیم البته گزاف نگفته ایم و بیراه نرفته ایم. یکی از مواردی که میشود از آن استدلال کرد برای تشیع مولانا همین بحث عدل است که من اشاره ای کردم. میگه عدل پاسبان کام هاست. این کام ها و آن دلجویی هایی که انسان به دست می آورد این عدل است، نه به شب چوبک زنان بر بام ها. انسان در شبی که همه ساکت هستند برود بالای بام و چوبک بزند و طبل بزند، خب این چنین اتفاقی نمی افتد. میگوید عدل باید درونی باشد. عدل رو نمی شود داد زد. عدل رو بگوییم که من عادل هستم. عدل باید خودش رو نشان دهد، وگرنه کسی چوبک بزند بر بالای بام و ادعا کند این هیچ بهره‌ای و بهره‌ای ندارد. عدل چه بود آبده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. میگه عدل اینه که انسان به درخت آب دهد که از او ثمر و میوه بگیرد. ظلم چیه؟ ظلم این است که آدم بیاید آبها رو به جای اینکه در میان گلها و درختان بریزد در میان خارها بریزد. این ظلم است. خیلی زیبا تفاوت عدل و ظلم رو بیان می کند. یعنی وضع آب در ناموضعش می شود ظلم. آب رو بایستی در پای گل ریخت نه در پای خار، که البته این خار نهایتاً جهان رو در بر میگیرد. بایستی خوبی ها رو به خوبی ها نسبت داد. عدل وضع نعمتی در موضعش، نه به هر بیخی که باشد آب کش. هر ریشه ای که آب کش باشد این نیست که آدم به او بدهد، بلکه وضع نعمت در موضعش هست. عادل کیست؟ عادل کسی است که از نعمت های الهی استفاده صحیح و درست بکند و آن نعمتی که خدا داده است در جایگاه خود از آن بهره ببرد. نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پرزهیر و پرگره. نعمتی که حق هست، نعمت خداوند رو به جانت و به عقلت بده. نعمت‌های فراوانی هست و لطفی که خداوند به ما
کرده است و ما را عاقل و فرهیخته قرار داده است، نه به طبع پر زهیر و پر گره. زهیر یک نوع بیماری است که انسان حالت دفع دارد ولی جز خون از او صادر نمی شود، بیرون نمی آید. و یک در حقیقت اصلش این است که زهیر کار با زحمت، کاری با مشقت، کاری که بیفایده است و هیچ بهره‌ای برای او ندارد. پرگره هم روده انسان که گره می خورد موجب زهیر می شود. از این جهت از این یک تعبیری ساخته است. باز کن پیکار غم را بر تنت، بر دل و جان کم نهین جان کندنت. پیکار غم رو با تنت تمام کن و دفع کن. باز کردن یعنی ممانعت، در اینجا به معنای ممانعت کردن و منع کردن و از بین بردن است. پیکار غم را بر تن خود از بین ببر. غم همیشه داره با وجود ما پیکار میکنند، غم همیشه داره با جسم ما مبارزه میکند. ما غالبا غمگین هستیم. آن چیزی که انسان‌ها اگر حساب بکنند ما بیشتر شادیم یا بیشتر غمگین هستیم. غالب انسان‌های مادی بیشتر غمگینند تا شاد باشند و این به خاطر همین است که در غیر موضع قرار داده است مسائل رو. اگر او عقل و فکر انسانی رو در حقایق درونی و حقایق جان و وجود و روح قرار دهد، آن وقت این غم از بین خواهد رفت و او دیگر غمگین نیست. بر دل و جان کم نهین جان کندند. این جان کندن رو بر دل و جان اینقدر تحمیل نکن. این غم رو از خودت بزدای. بر سر عیسی نهاده تنگ بار، خرسکیزه میزند در مرغزار. باز همان مثال عیسی و خر هست. میفرماید که تنگ بار، تنگ یعنی یک بار خیلی بزرگ رو تنگ میگویند. تنگ به تأسیس تا معنی دارد. یک تنگ است، معمولا چیزی که تنگ و باریک است، به معنای بار بزرگ هم هست، بار بزرگی که بر خران باز میکردن. به معنای تسمه و دوال و اینها هم هست که از زیر شکم خر و اسب بیرون میآوردن و در حقیقت هیزم یا چیزهای دیگر رو به آن میبستن. به معنای تنگ هم هست که همه میدانیم. تنگ همان کوزه است که قسمت بالایش باریک است و کوتاه هست، به آن هم تنگ میگوییم. و تنگ هم به معنای منقار مرغان و منقار طیور است. میگوید بر سر عیسی نهاده تنگ بار. بار بسیار کلانی رو گذاشته بر سر عیسی روح رو با بار غم و اندوه و بیفکری ملول می کند. خر سکیزه می زند در مرغزار. سکیزه زدن یعنی اینکه شخص به قول ما شلتاق کند. آن جست و خیز خاصی که خر در مرغزار دارد و لگد پرانی او رو سکیزه کردن میگوید. میگه این بار رو بایستی به خر بنهی، اما تو آمده ای و این بار رو بر سر عیسای روح و عیسای جان نهاده ای. او دارد در آنجا سکیزه میکند آن خر و تو اینجا آمده ای بار رو بر عیسای روح تحمیل کرده ای. میگه این بار رو از روح بردار و به گردن جسم بیفکن. سرمه را در گوش کردن شرط نیست، کار دل را جستن از تن ربط نیست. کار دل را نباید از تن جستجو کرد. کسی بیاید و سرمه را در گوش بزند، همه میگویند چه کار بیهوده است. سرمه در گوش کردن وضع در ناموزه است. سرمه برای چشم ساخته است تا بینش و بصیرت اضافه کند و الا سرمه در گوش موجب خلل است و موجب بیماری و کریه گوش خواهد شد. گردلی رو ناز کن خاری مکش، ورتنی شکر منوش و زهر چش. حال تو یا دل هستی یا تن هستی، یا تابع دلی یا تابع تن هستی، یا اسیر دل خود هستی یا اسیر
تن خود هستی. اگر دل هستی برو ناز کن، چون وضع شی در موضع همین است که ناز کار دل است و خار هم نکش. اما اگر تن هستی آن وقت نبایستی شکر نوشی کنی و بایستی اهل زهر باشی. منظور این است که هر چیزی رو در جای خود قرار بده و روح رو فربه کن و این تن رو هر لحظه کوچک و کوچکتر کن. زهر تن را نافع است و قند بد، تن همان بهتر که باشد بیمده. زهر برای تن نافع است و قند بد است. چرا؟ چون قند موجب فربهی بدن می شود و وقتی بدن فربه شد روح لاغر می شود. می گوید که تن همان بهتر که باشد بی مدد. بهتر است که ما به تن هیچ مددی و هیچ کمکی نرسانیم، چون هر چقدر که ما به جسممان می پردازیم، هر چقدر به جسممان توجه داریم، آنقدر از سهم روح کم می کنیم. و این هم اصل هست. و کسانی که به هر حال خواستند روحشون پرواز کند، آنها آمدند و جسمشون رو با ریاضت و اذیت قرین ساختند. البته این سخنان در جهان کنونی جز برای مذاهب و برای برخی موارد کارایی ندارد، اما اصل این است که چرا انسان عصر حاضر از معنویت‌های حقیقی اینقدر دور شده است. به خاطر اینکه تن رو اثبات کرده است و روح رو نفی کرده است و این باعث شده است که این روح او هرگز نتواند به آن مدارج برسد. برای اینکه روح پرواز کند باعث این قفس تن نازک و نازکتر شود و کم کم روزی بیاید که انسان این قفس تن را بشکند تا روح بتواند پرواز کند. اما هر چقدر که ما این قفس رو فربهتر کنیم، هر چند که میله هایش از طلا باشد و خوردنی هایش در و گوهر باشد، به هر حال این توتی جان و این توتی روح در قفس است و از این قفس میبایست که رها شود. و آن قصه مشهور توتی و بازرگان رو همه میدانیم، همان قصه تن و روح است. آن بازرگان میرفت به هندوستان، از همه کس پرسید برای تو چه بیاورم. چند سالی یا چند ماهی طول میکشید رفتن آمدن. از همه پرسید، یک توتی داشت، تمثیل بسیار زیبایی است که مولانا در مثنوی دارد و همه آن را خوانده اید و دیده اید، که می آید و از او هم میپرسد که خب چه کنم، برای تو چه بیاورم. گفت وقتی که رفتی و در آنجا توتیان شکرشکن هندوستان رو دیدی که آزادانه دارن پرواز میکنن، سلام مرا برسان و بگو که همجنسی از همجنسان شما در قفس من هست، اگر چیزی برای او دارید بگویید. او میرود و از این که آن تجارت سوداورش رو انجام میدهد برای اهل خانه هر چه بوده است میگیرد، یادش میافتد که من به آن توتی هم قولی دادم. از جنگلی که میگذرد توتیان زیادی را میبیند و سخن با آنها میگوید و آن توتیان شکرشکن آزاد هندوستان که هندوستان جان است و روحستان روح انسانی و روح الارواح است، آنجا آمده اند و یکی از آنها که رئیس آنها بود بر خود می لرزد و به پایین می افتد و می میرد. اون بازرگان می گوید عجب کار غلطی کردم، من چرا این پیام رو دادم که باعث شد که این توتی بمیرد. ناراحت آمد به خانه، رسید، هدیه اهل خانه رو داد، رسید به توتی، گفت که آیا دیدی؟ گفت آری دیدم. و قصه رو تعریف می کند و می گوید که رئیس آن توتیان از درخت بر زمین افتاد و مرد. در همان لحظه این توتی هم بر خود می لرزد و می افتد در قفس و می میرد. آنجا سخنان بسیار زیبایی دارد که ای زبان تو بس زیانی مرمرا. خیلی سخنان زیبایی راجع به زبان دارد که من آنجا که دیدم چرا گفتم و اینجا نباید می گفتم. نهایتا او رو از قفس بیرون می کند و می گذارد کنار تا اینکه ناگهان این توتی پر میگیرد و پرواز میکند. از اون فرصت چه شده است؟ گفت
او راه رو به من نشان داد. اگر بخواهی از این قفس بمیری و آزاد شوی، بایستی از این تن بمیری. و قصه همین است که مولانا هم در آنجا میگوید بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید دگر روح پذیرید. همین است که انسان میبایست که از این تن بمیرد تا به روح زنده شود. تا زمانی که در فکر زندگی تن است، البته روح او به جایی نخواهد رسید. و این تعارف نیست و این سخن نیست، یک اصل مورد تجربه همه بزرگان است که انسان تا زمانی که بی توجه نشود به تن خود و جسم خود و بدن خود، روح او ترقی و پیشرفت نخواهد کرد. در بیان آنکه اهل اختیار را باید که به مدد عدل دستگیری ضعفا و پایمردی عجزه نمایند، خب بایستی عدالت ظاهری این است که به ضعیفان کمک کند و این عاجزان رو در موردشان پایمردی کند، این عاجزان رو به از عجز در بیاورد و از قدرت خود به آنها ببخشد، تا به برکت عدالت ایشان احوال رعیت نیز به صلاح آید. این که گفتند در روایت ها داریم که انسان بایستی از 40 همسایه سمت راست و سمت چپ و شمال و جنوب همش خبردار باشد، این است که و اکنون فراموش شده است، بالکل این قصه فراموش شده است و ما حتی در آپارتمان های ما نمیدانیم که همسایه من آیا شب شام خورده است، آیا گرسنه سر بر بالین نهاده است یا نه. این اصل است که عدالت باید چنین باشد. این همه تنگی معیشتی که برخی احساس میکنند به خاطر همین است که عدالت رو در مورد ضعیفانمان اجرا نکرده ایم، ضعیفانمان رو به حال خود گذاشته ایم. وقتی که سرمای زمستان میآید به فکر خود هستیم و از فکر دیگران غافلیم و البته بسیار امر مهمی است. الناس علی دین ملوکهم، که بر مبنای اینکه مردم بر دین ملوکشان هستند. مردم معمولا نگاه میکنن ببینن مسئولان بلند پایه چه میکنن، آنها هم از آنها تأثیر میکنن. بنابراین وظیفه آن کسانی که در رأس حاکمیت جوامع هستند بسیار بسیار سخت و سهمگین است و بایستی آنچنان به فکر مردم باشند که این عدالت اجرا شود. حق تعالی عادل است و عادلان کی کنند ستمگری بر بیدلان. عادلان هرگز ستمگری نمی کنند. این عدل ظاهری است، این عدل اجتماعی است که همچنان که انسان باید عادل باشد در وجود خود، بایستی در جامعه هم عدالت را رعایت کند. خداوند هم عادل است و عادلان هیچ وقت بر بیدلان ستمگری نمی کنند. خوی شاهان در رعیت جا کند. خو و خاصیت شاهان در رعیت در مردم دیگر جا می کند. چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن چرخی که اخضر است، همان چرخی که هست گفته خاک را او سبز می کند، چون که آن چرخ را سبز می دانستند. دلایلی دارد که اینجا فرصت نیست اشاره نمی کنم. شه چو حوزی دان حشم چون لوله ها، آب از لوله روان در گول ها. چون که آب جمله از حوزه است پاک، هر یکی آبش دهد خوش ذوق‌ناک. ور در آن حوض آب شور است و پلید، هر یکی لوله همان آورد پدید. خب مثالی میزند مولانا، میگه این حاکمانی که در جوامع هستن، اینها مانند آن حوض هستن، آن حوضی که از آنها لوله های آمده است به حوضهای کوچک و از این حوضهای کوچک هم لوله های رفته است به جایگاه های کوچکتر. اما اگر در آن حوض آب صاف و پاک باشد، البته آنچه در لوله ها جاری است و در گول ها و در گودال ها و در جایگاه های آب هست، همه اینها آب پاک خواهد بود. ولی اگر آنجا زلال نباشد، البته در همه جا چنین خواهد شد. یعنی حاکمان
مردم اگر انسان‌های خوبی باشند، این خوبی سرایت می‌کند به مردم. ولی اگر اینها بد باشند، این بدی به مردم هم سرایت می‌کند. هر هنر کستا بدان معروف شد، جان شاگردش بدان موصوف شد. هر هنری که یک استاد در هر فن یک استادی هست، اگر معروف باشد شاگردش میگوید من شاگرد فلان استاد هستم و اینقدر مهم است این کار. شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کفغان مظلومان رسد. میگه یک عده شیرمرد هستند که در عالم مدد میرسانند، آن زمانی که افغان مظلومان میرسد، زمانی که مظلومان ناله میکنند، آن شیرمردان میشنوند آن ناله های معنوی رو و به کمکشان میرسند. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. خب بانگ مظلوم هر جا بود، اینها میروند و به آنها رسیدگی میکنند. آن ستون های خلل های جهان، آن طبیبان مرض های نهان. آنها ستون های خلل، خلل یعنی هر شکستی که در دیوارها و در بنیه و بنیان ساختمان‌ها اتفاق بیفتد بهش میگن خلل. ستون‌هایی میزنن که این در حقیقت فرو نریزد. اینها همان، این انسان‌ها همان ستون‌های خلل‌ها و ایرادها و شکست‌های کاخ جهان هستند. آن طبیبان مرض‌های نهان، آنها طبیبان مرض‌های پنهانی هستند. میشود گفت همان ابدال، همان اوتاد، آنهایی که بدل از حق هستند و همان اوتاد حق که عرفا به آن اعتقاد دارند. محض مهر و داوری رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. مانند حضرت حق بدون دلیل کمک میکنند و بدون رشوه به مردم خیر میرسانند. اینها کیا هستند؟ اینها همان اولیای الهی هستند. اینها اولیای الهی هستند که خداوند قرار داده است تا اینها بیایند و کار جهان رو از جانب خداوند به سامان کنند. این اولیای بزرگ همین انبیا هستند، امامان ما هستند، اولیای دیگر الهی هستند. اینهایی که واقعا به بشریت خدمت می کنند و کارهای بسیار بزرگی انجام می دهند بدون اینکه بشر از اینها مطلع باشد و از آنها خبری داشته باشد. ظالم از مظلوم کی داند کسی، کو بود سخره هوا همچون خسی. کسی که مانند خس هوا هر جا که باد هر جا که میخواهد او را میبرد، او چه میداند که ظالم کیست، مظلوم کیست؟ مردم عوام ظالم و مظلوم نمیشناسند، چون ظاهری قیامت ظاهری در حقیقت قضاوت می کنند. ظالم از مظلوم آن کس پی برد، کو سر نفس ظلوم خود برد. آن کسی که سر نفس بسیار ظالم خود رو برید، اوست که می تواند بشناسد کی ظالم است و کی مظلوم است. ورنه آن ظالم که نفس است از درون، خصم هر مظلوم باشد از برون. یعنی می فرماید که آن ظالم در درون من است. اگر چرا کسی به ظالم تبدیل می شود؟ به خاطر اینکه جلوی نفس خود را نمی گیرد و هواخواه روح نیست و می خواهد هرچه نفس او به او فرمان داد آن را انجام دهد. به همین خاطر است که او هیچ وقت از ظلم نخواهد دست کشید. رشته دوم در بیان ظلم، در بیان نتایج ظلم که موجب ظلمت است. ظلم و ظلمت خیلی جالب. ظلمت همان تاریکی است و ظلم هم از همان تاریکی گرفته شده است. چون که ظلم رو به سه طریق گفتن ظلم سه گونه هست. یک ظلم انسان به خیشتن که پیروی هوای نفس است و تبعیت شهوات حیوانی. دیگر ظلم انسان به مردم که ما بیشتر با این آشنا هستیم، ظلم و ستمی که به دیگران میکنیم. و دیگر ظلم انسان به خداوند که شرک است. لا تشرک بالله، یا بنی لا تشرک بالله، ان الشرک لظلم عظیم.
قرآن میفرماید که از زبان حضرت لقمان میفرماید به پسرش که شرک نورز به خداوند، چرا که شرک ظلم عظیم است و بالاترین ظلم هم این است که انسان آفریدگار خود رو نشناسد. پس ظلم در سه وجه هست، یعنی ظلم به خیشتن، ظلم به مردم و ظلم به خدا. عدل هم به تبع این چنین است، انسان هم با خود عدل بورزد، عدالت بورزد، هم با دیگران عدالت بورزد و هم با خداوند عدالت بورزد. عدالت انسان با خدا چیست؟ توحید حقیقی است. عدالت انسان با مردم چیست؟ این است که ستمگری نکند و به بیچارگان و ضعفا رسیدگی کند. عدالت انسان با خود خود چیست؟ این است که آن بهره‌های نفسانی خود را محدود کند و آن قوه‌های نفسانی خود را در بین افراط و تفریط حرکت دهد. مانند همان که گفتیم جبن و تهور، نه جبون باشد که از هر چیزی بترسد، از شب بترسد و از بلندی بترسد و از آب بترسد، نه اینکه متهور باشد که خود رو بی جهت در هلاکت بیندازد. حالت وسط شجاعت است که نه جبن دارد و نه تهور و بیباکی بیهوده و بدون خرد. همچنین است در مورد شهوت‌های انسان، خواست‌های انسان، نه آنقدر زیاد بخورد که دیگر نه چندان که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت برآید. یه افراط و تفریط است، نه آنقدر کم بخور که دیگر ضعیف شوی و نتوانی حرکت کنی، نه آنقدر زیاد بخور که از دهانت برآید، بلکه حد وسط رو قرار ده. در همه موارد حد وسط است. خشم و غضب همچنین است. یکی غیرت است که حد وسطش غیرت است. بعد این است که انسان به هر کسی که میرسد با او بجنگد و جنگ کند، این حد افراطش است. به هر کسی حتی در برابر ظالم هم کرنش کند، این هم حد تفریطش است. و این حد اعتدال، همان غیرت و در حقیقت غیور بودن است نسبت به خیشتن. علمای اخلاق همه اصول رو در اینها مقایسه کردند. نه آنچنان دنبال پول باشد که دیگر همه چیز پول باشد، نه آنقدر از او دوری کند که نتواند معیشت خود رو بگذراند. حد وسط رو همیشه باید رعایت کنه. عدل نسبت به خود یعنی همین، یعنی اینکه انسان اعتدال رو، اعتدال کلمه بسیار زیبایی است، اعتدال رو در همه مسائل رعایت کند، اهل افراط و تفریط نباشد. بر قیاس که گفتن از ظلم و ظلمات و یوم القیامه. ظلم چیست؟ ظلم ظلمت‌های روز قیامت است. روز قیامت می‌بینن منطقه‌ای و افرادی در ظلمتند، در تاریکی محض هستند. اینها چه کسانی هستند؟ اینها همان افرادی هستند که ستم کردند. و بر قیاس عدل، ظلم نیز بر دو نوع است، سوری و معنوی. همچنان که عدل رو به سوری و معنوی قسمت کرد، ظلم رو هم به سوری و معنوی قسمت می کند. اما ظلم سوری عبارت است از ستم کردن بر نامستحق. کسی که نامستحق است نبایستی، بعضی ها مستحقند، مثلا باید مجازات شوند و حکمی داده می شود و او باید مجازات شود، دزدی کرده است، انسانی را کشته است، ولی جایی که او مستحق ستم نیست، مستحق این عتاب نیست و تضییع حقوق و حق انسانها رو ضایع کند. و ظلم معنوی اشارت است به توهم اغیار. اینجا بسیار او رو آشنا هستیم، همه با ظلم سوری آشنا هستیم. ببینید ظلم معنوی چقدر زیباست. توهم اغیار و پرستش متخیلات خود، یعنی اغیار رو توهم کند، فکر کند که دیگران هم هستند، فکر کند غیر از خدا غیری هم وجود دارد، در حالی که باید توحید داشت. توحید نسبت وحدت دادن به خداوند است. انسان موحد، انسان متعادل، انسانی که از ظلم به دور است، باید توحید داشته باشد، یعنی نسبت وحدت به خداوند بدهد. نسبت وحدت دادن این است که غیر از او چیز دیگری نیست. هیچ چیزی غیر از خداوند نیست. هر چه که هست همه سایه های آن وجود است، همه تجلیات آن خداوند
اعظم است. و یه دهم اصلا متخیلات خود رو، خیلی زیباست، متخیلات خود رو پرستش میکنم. ما هم واقعا متخیلات خود رو، بنده خودم رو عرض میکنم، متخیلات خود رو پرستش میکنیم. از خدا یک در خیال خودمان یک وجودی ساخته ایم و او رو پرستش میکنیم. کارهای دیگری انجام میدهیم، بعضا مقام رو پرستش میکنیم. واقعا انسان که بعضا میاندیشد در مورد بعضی از اهل مقامات که حاضرند به خاطر به دست آوردن مقام هزار کار غلط بکنند، ستم کنند، آدم بکشند و هزار کار غلط دیگری انجام دهند، دروغ ها بگویند تا اینکه در مقام خود ابقا شوند یا به مقامی دست پیدا کنند. این انسان ها در حقیقت این مشکلات عمده و عظیم رو دارند. اینها هستند که متخیل خود که همان جور و ستم است، متخیل خود که همان جاه هست، او رو پرستش میکنند. یک عده پول رو میپرستند، به هر شکلی از شکلها به دنبال پول هستند و پول رو میخواهند به دست بیاورند. مهم نیست که حق چه کسی ضایع شد یا نشد. یک عده خود رو میپرستند، آنقدر متکبرند و خودپرستند که خود رو پرستش میکنند. متخیل است، یعنی تخیلات خودشون رو میپرستند و الا که نه مقام باقی است، نه پول باقی است و نه شخص انسانی و نه این مورد انسانی و نه من انسانی باقی است. اما اینها دارن متخیلات خود رو پرستش میکنن که ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم است. و جای دیگر گفته است که ول کافرون هم الظالمون. قرآن جای دیگر فرمود که ول کافرون هم الظالمون، کافران ظالمان هستند. چرا؟ کافر یعنی پوشنده، کفره یعنی پوشید. کافر یعنی آن که روی حقیقت را می پوشد و می پوشاند. و کافران همان ظالمان هستند، آنها ظلم به خیش کرده اند. کافران هر سه ظلم رو مرتکب شده اند، هم ظلم به خیش کرده اند که خود رو از عنایات ربانی محروم ساخته اند، هم به ظلم به مردم کرده اند به واسطه کفرشان، و هم ظلم به خداوند کرده اند. و پیر معنوی مولوی در باب ظلم سوری ابیاتی فرموده و ظلم معنوی را نیز از اینجا توان دانست و فرق میان هر دو میتوان دانست. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، ظلم ظالمان چاه تاریک و بسیار سهمناکی است. این چنین گفتند جمله عالمان، هر که ظالم تر چهش پر هول تر. گفتن که کسی که ظلم میکند در حقیقت دارد زیر پای خودش رو میکند. هر چه ظلمش بیشتر باشد خود رو بیشتر در قعر چاه خواهد دید. مشهور است که در ادبیات ما هم بسیار مشهور است این قضیه. هر که ظالم تر چهش پر هول تر، هر که بیشتر ظلم کند در حقیقت چاه خود رو بیشتر میکند، برای دیگران میکند. ولی من وقع بئر الاخیه وقع فی، هر کس از پیغمبر است که هر کس چاهی برای برادر خود، خواهر خود بکند، خود در آن واقع می شود. این یک اصله، اصل مکافات است، اصل کلی است که همه کسانی که چاهی برای دیگران کندند، البته خود به آن دچار شدند. همه آن آرزوهای بدی که نسبت به دیگران می کنیم، دعاهای بدی که نسبت به دیگران می کنیم، خدایا چنینش کن، چنانش کن، مطمئن باشید روزی به سر خود ما خواهد آمد. بنابراین در مورد بدترین آدم ها هم آرزوی بد نکنیم، حداقل به خاطر خودمان. چون اگر در مورد شخصی آرزوی بد بکنیم، اون بر خود ما واقع خواهد شد. این قانون طبیعت است، این قانون اعتدالی جهان است. به خاطر همین نفرین کردن از گناهان زبان محسوب است. از گناهان بزرگ، از 40 گناهی که برای زبان علمای اخلاق بیان کردن، یکی هم نفرین کردن است. ببینم انشالله فلان بشود و فلان شود، ها نابودی او را هم از خدا میخواهد. این نفرین کردن ها برگشتش به خود انسان است. نفرینگرها بدبخترین انسان های روی زمین هند. چرا که این نفرین رو بدون اینکه بدانند به خودشان برمیگردد. میتوانید امتحان کنید هر کسی رو یک نفرین واقعی بکنید از ته دل، بعد ببینید 2 سال بعد خودتان به آن مبتلا شدید یا نه. اگر 2 سال نبود 10 سال بعد حتما اتفاق خواهد افتاد.
این که گفتند دیگران را نفرین نکنید، این که گفتند دیگران را به نیکی و خوبی یاد کنید، همین است. مالاسف در جامعه ما چون این نیست، همه نفرین میکنیم، همه انسانهای نفرینگری شده ایم. روزانه 10-20 نفر رو نفرین نکنیم، روز ما شب نمیشود. ما چرا اینقدر مریض شده ایم؟ چرا اینقدر از لحاظ روحی ما اینقدر افت کرده ایم؟ چرا برای به جای اینکه مؤمنان رو دعا کنیم، حتی گفتن که بدکاران رو دعا کنید که خدا هدایتشان کند، چرا نفرین میکنید؟ هر که ظالم تر چهش پر هول تر، عدل فرموده است بدتر را بتر. ای که تو از جاه ظلمی میکنی، از برای خیش چاهی میکنی. فکر نکن که ظلم میکنی. اینها رو میدانید چه کسی میگوید؟ کسی میگوید که به باطن امور آگاه است. او ریاضتهایی کشیده است، کارهایی کرده است و عوالمی را دیده است که من ندیده ام. او از آنجا نشان میدهد. و البته سخن انبیا و اولیای ما پر است از این مسائل. پیغمبر اسلام صلوات الله علیه چقدر سخنان از این جنس دارند که به دیگران خدمت کنید. حتی گفتن تا جایی دیگران را اهمیت بدید بهش که حتی اگر هدیه آورد، هدیه رو قطع نکنید و هدیه رو از او بپذیرید. ظالم آورد، هدیه رو بپذیرید. بر روی هیچ کس در رو نبندید. حضرت علی فرمود اگر دشمن به شما گفت شمشیرت را به من بده، بده بهش. مصداق همین مسائل است که انسان نبایستی آن چیزی رو که حتی دشمنش میخواهد به او نبگوید، چه برسد به حوائج دوستانش، به خواسته های مؤمنان، خواسته های کسانی که واقعا نیازمند هستند. گرد خود چون کرم پیله بر متن، بحر خود چه میکنی چه میکنی اندازه کن. یا به خود چه میکنی اندازه کن، برای خود یه کارهایی میکنی اندازه بکن، یعنی با اعتدال باش. یا اگر چاه هم میکنی اندازه کن. اینه که انسان اگر گناهی هم دارد انجام میدهد، بهتر است که در آن گناه هم اصول رو رعایت کند. حتی گناهی دارد انجام میدهد، ولی حدودی را در آن گناه هم رعایت کند. خب خیلی دلت میخواهد غیبت کسی را بکنی، خب لااقل از کارهای کوچکش بگو، از کارهای بزرگش نگو. به این حد نفس تو در حقیقت بهرش رو میبره. میخواهی نفست فربه بشود با غیبت دیگری، با غیبت و بدی گفتن از دیگری. بدیهای کوچکش رو بگو، کمتر بگو، از 10 بدی یکیش را بگو. آن وقت نفست فربه میشود، بعد نمیگی که بله حقش بود، او جایز الغیبه بود و بایستی چنین میکردی. خدمت آیت الله عظما بروجردی رسیدن، گفتن که آقا عوام غیبت شما رو میکنن. ایشون فرمود حلالشون کردم، هیچ اشکال نداره، حلالشون کردم. گفتن آقا طلاب شما، آقایان روحانیون هم غیبت شما رو میکنن. گفت اونا رو حلال نمیکنن. گفتن آقا چرا شما اون هم لباسان خود، هم کیشان خود رو نمیبخشی ولی عوام رو میبخشی؟ گفت اینا فرق دارن. وقتی که عوام غیبت میکنند، یه چیزی میگه آقا بروجردی فلان کار رو کرد مثلا، یه چیزی میگن. ولی خواص وقتی میخواهند، علما وقتی میخواهند غیبت من رو بکنن، اول مرا جایز الغیبه میکنن، یک به گونه ای ثابت میکنن از نظر شرعی که فلان کس فاسق است و جایز الغیبه است، بعد غیبت میکنن. این خطرش بسیار فراوان است. ما دوچار چون این قضیه شده ایم. شخص متدین میآید و میگوید میدانی فقط به خاطر اینکه شما بدانید من این را میگویم، این چنین کرد و چنین کرد و چنین کرد. و غیبت گفتن هر دو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتموه. یکی از بزرگان بود، شب خوابید دید که یک کسی مرده است، آوردن گوشتش رو داره میخوره. تو خواب بهش میگن خب بخور، زیاد بخور. میگه من گوشت انسان نمیخورم. نه نمیخورم. هی تعارف میکنن، آخرش یه تیکه رو به زور تو دهنش میکنن
و این میخوره، بیدار میشه، میگه خدایا این چی بود؟ یادش میفته که آن شخص رو غیبتش رو کرده بود و الان تو خواب یک حقیقت بر او بوده است که ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ فکرهتموز کرد، اکراه دارید، پس چرا صورت واقعی اعمال خود را نمیبینیم؟ چرا صورت واقعی تهمت‌ها و افتراها رو نمی‌بینیم؟ چرا به راحتی در مورد دیگران نظر می‌دهیم؟ به راحتی دیگران رو متهم می‌کنیم؟ اینها باعث افول اخلاق شدید در جامعه ما شده است. بدبختی عظیمی گریبان جامعه ما رو گرفته است. بی اخلاقی شدیدی حاکمیت پیدا کرده است. در هیچ ملتی از ملت‌های جهان من سراغ ندارم ملتی مثل ایران اسیر غیبت و تهمت و افترا و گناه زبان و نفرین و اینها باشد. دیگران با کسان شما کاری ندارن، کاروبارش را رها کرده است، کاروبارش این است که فقط علیه دیگران سخن بگوید، تهمت و افترا بسازد. از بیکاری است، از بیاری است، از بیشعوری است. تا زمانی که انسان‌ها به اینها توجه نکنند، توصیه ما به دوستان عزیزمان این است که وقتی کسی غیبت کرد در مقابل شما گوش نکنید، قطع کنید، نترسید، هیچ اتفاقی نمیافتد. کسی آمد نزد شما غیبت کرد، قطع کنید، بگویید آقا من گوش نمی کنم، خوبی هایش را به من بگو، زیبایی هایش را به من بگو. چرا ما اینقدر از اصول اخلاقی اسلام دور شده ایم؟ چرا از عدالتی که نسبت به اجتماع و جامعه من هست این همه دور شده ایم؟ به راحتی نسبت به دیگران تهمت میزنیم، به راحتی دیگران رو محکوم میکنیم. گرد خود چون کرم پیله برمتن. ما واقعا مانند کرم پیله، هی فکر میکنیم کار خوبی میکنیم، کرم پیله هی دور خودش میتند، وقتی متوجه میشود که دیگر راه خروجی ندارد، دیگر نمیتواند خارج، در همان جا میماند و در پیله خود میمیرد. ما در پیله کارهای غلط خود و در پیله ظلمهای خودمان به خودمان و به مردم و به خدا میمانیم و اسیر میشویم. گرد خود چون کرم پیله برمتن، بحر خود چه میکنی؟ اندازه کن، هرچند که چاهی هم برای خود میکنی، نفست خیلی هم آوردی کرد، خیلی میخواهی چاهی بکنی، لاقل چاهی بکن که بتوانی با یک جهش، با یک پرش، با یک توبه از آن بیرون بیایی. مرزعیفان را تو بی خصمی مدان، روز قرآن جاء نصر الله بخوان. فکر نکن که اینهایی که ضعیفند و چیزی ندارند فکر میکنی کسی رو ندارند. بگو اذا جاء نصر الله و الفتح. اذا جاء نصر الله و الفتح رو مفسرین ما فقط آمدن منحصر کردن به فتح مکه، این واقعا مصادره غلطی است. این همیشه هست، ازا زمانی است که در طول تاریخ بشریت میتواند، همیشه نصر الله و الفتح وجود دارد، همیشه نصر خداوند بر ضعیفان و یاری خداوند بر ضعیفان حاکم است و میرسد. گرچه پیلی خصم تو از تو رمید، نک جزا تیرن ابابیلت رسید. تو فکر میکنی که فیل هستی، خیلی قدرتمند هستی، جانوران کوچک فرار کردند، اما او رو هم تیرن ابابیل آمدن و او رو گرفتار کردند. فکر نکن که خیلی قوی هستی، خداوند سپاهیان پنهانی دارد، اولیای پنهانی دارد که در یک لحظه تو رو کنفیکون میکنند، تو رو از این سو به آن سو میکنند. چقدر انسانهای متبختر و چقدر انسانهای متکبر بودند. ببینیم در جهان چه انسانهایی بودند، چه قدرتمندهایی بودند. هست دنیا قهر خانه کردگار، خیلی زیباست. هست دنیا قهر خانه خدا، دنیا قهر خانه خدا، خدا قهرش را در این دنیا اعمال میکند. پس قهاریت خداوند به چه کار میاد؟ در همین جهان به کار میاد. مراقب باشیم مورد رحمت خدا واقع باشیم، نه مورد قهر خداوند. قهر بین چون قهر کردی اختیار. وقتی تو اختیار کردی قهر کردن رو، به دیگران ستم کردن رو،
مطمئن باش که آن به خود تو برخواهد گشت. تو مرا چون بره دیدی بیشبان، خیلی زیباست. تو مرا چون بره دیدی بیشبان، تو گمان بردی ندارم پاسبان، خیلی زیباست. مولانا میگه به کسانی که به او تهمت ها میزدن، افتراها هم، تو فکر کردی که من بره هستم شبان ندارم؟ شما بین راه بروید در بیرون، یک گله گوسن رو ببینید، آیا فکر میکنی که اینها بیچوپان هستند؟ حتما عقل به ما اقتضا میکند منتظر باشیم ببینیم چوپان مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه بعد خواهد آمد. مگر ما تصوری داریم از اینکه گله‌ای بی چوپان باشد؟ ما گوسفندان خداییم، ما کبش خداییم. در انجیل هست که مسیح رو در حقیقت او بره خداست، مسیح بره خداست. این رفتارهای عرفانی خیلی زیبایی دارد. بره بودن یعنی اینکه هم فاید بره به همه فایده میرساند، همه چیزش فایده است، از گوشتش تا پوستش تا شاخش تا همه چیزش به انسان بهره میرساند. اما مورد ظلم دیگران واقع میشود، همیشه سر بریده میشود به ظلم و ستم. این بره بودن خیلی زیباست. میگوید او بره خداست و حضرت مسیح رو در انجیل است که او بره خدا بود. این که بره و در مورد اسلام هم هست که کبش فدا گفتن و در مورد حضرت رسول است که خود ایشان خود رو کبش فدا تعبیر فرموده است و خود رو بره نامیده است، بره خدا نامیده است. این هم لطایف عرفانی بسیار عظیمی دارد که اکنون فرصت نیست به آن بپردازیم. تو گمان بردی ندارم پاسبان، کی کم از بره کم از بزغاله‌ام، که نباشد حارس از دنبالم. شما یک گوسفند رو میبینید، میبینید کسی پشتش میآید، چگونه من از کمتر از یک بزغاله هستم که صاحبی نداشته باشم؟ شما هرچه میخواهید با من بکنید. حارسی دارم که ملکش میسزد، داند او بادی که بر من میبزد. آن لحظه بادی که میآید، او رو میداند، بادی که شما نمیبینید او میبیند و میداند. چطور ظلم رو نبیند؟ گر ضعیفی در زمین خواهد امان، غلغل افتد در سپاه آسمان. اینها همش روایت هاست، همش روایت های معتبر است و عده‌ای از قسمتی از آن از پیغمبر است، قسمتی از آن در نهج بلاغه هست. در نهج بلاغه بسیاری از این موارد وجود دارد. گر به دندانت گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. میگه با دندانت یکی رو بگزی ممکنه که صدمه به او بزنی، ولی اگر دندان خودت درد کند چه میکنی؟ ظلم مستور است در استار جان، مینهد ظالم به پیش مردمان. ظلم در استار جان مخفی است، یعنی کسی که ظلم میکند او در جان خود این ظلم رو پرورانده است و در پرده های جان او هست. کسی که کار بدی میکند نشان از درون بد او دارد، کسی که کار زشتی انجام میدهد نشان از درون زشت و پلید او دارد. از کوزه همان برون تراود که در اوست، هرچه که انسان داشته باشد از او میتراود. کسی که میبینی سخن بد میگوید، دشنام میگوید، با دیگران به سختی و خشونت صحبت میکنه، بدانی که درون او پر از گند و فساد است که با دیگران این گونه زشت و بد سخن میگوید. نشان از آن درون زشت او هست که با دیگران با الفاظ بد صحبت میکند. و اگر کسی با دیگران به مهر و محبت سخن گفت، معلوم است نشان از درونی دارد که درون صاف و پاکی دارد که پر از مهر و وفا و صمیمیت و مهر است. پس همین جا دست و پایت در گزند، بر ضمیر تو گواهی میدن. در همین جا، در همین به مکافات دنیوی معتقده، در همین دنیا به کارهایت میرسند. چون موکل میشود بر تو ضمیر، که بگو تو اعتقادت و مگیر. خاص در هنگام خشم و گفتگو، میکند ظاهر سرت را مو به مو. به خصوص در هنگام خشم
امام صادق علیه السلام خیلی حدیث زیبایی دارد. کسی آمد گفت که من چگونه دوستان حقیقی خود رو بشناسم. آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من میخواهم، خیلی ها ادعای دوستی میکنم، من چگونه دوستان حقیقی خود رو بشناسم؟ یک راه عملی خیلی زیبایی رو امام پیش پایش گذاشت. گفت که امام فرمود که اغضب و ثلاثه، سه بار او رو حسابی خشمگین کن. فإن لم تقل فیک شیئا فحببه، اگر در مورد چیزی نگفت او رو بسیار دوست بدار. امتحان کنید، این یک اکسیر است. امام به ما یاد داد که چگونه دوستان حقیقی رو بشناسیم. سه بار تا حد مرگ عصبانیش کن، ببین چه در مورد تو میگوید. اگر در مورد تو جز نیکی نگفت، آن دوست است، او رو محکم بگیر، او بسیار آدم بزرگی است. ولی خیلی ها، البته اگر شک دارید، آن وقت ممکن است از صد دوست یکی برایتان باقی نماند. اما به هر حال اگر خواستید با کسی خیلی دوستی نزدیکی داشته باشید، این مسیر خیلی خوبی است. امام به ما یاد داده است، معصوم به ما یاد داده است و بسیار هم قرین به واقع است که اگر عصبانی شد و در مورد تو چیز بدی نگفت، در مورد دوستان، در مورد همه که نمیشه به کار برد، از صد تا، از هزار تا، از لیست دوستانتان شاید یکی دوتا باقی نمانند، اما به هر حال می شود در مورد بعضی افراد که انسان خیلی به او وابسته هست این رو انجام بدهد. همین رو می فرماید، خاصه در هنگام خشم و گفتگو. نظر شما با یک قسمت از نظر او یکی نیست. دهن باز می کند، چشم می بندد، هرچه از دهانش در بیاید می کند. چقدر انسانها ضعیفند، چقدر انسانها نسبت به این مسائل بی توجهند. چون سرت مو به مو آشکار می شود، چون موکل می شود ظلم و جفا، که هویدا کن مرا ای دست و پا. ظلم و ظلمی که در درون تو هست، ظلمی که در درون خود پروریده ای، او موکل می شود، وکالت به او می دهی که با دست و پایش اون ظلمش رو نشان دهد. دست و پایی میزند، کارهای عجیبی میکند که شما واقعا شگفت زده میشوید. این بود، من میگید دیگه اون روشو ندیده بودم. خب این قصه هست. ای بده ده دست آمده در ظلم و کین، گوهرت پیداست حاجت نیستین. ده تا، دو تا دست داشتی، ده تا دیگه قرض گرفتی که ظلم و کینه بکنی. لازم نیست، همه میشناسن. تو قبلا خودت رو لو دادی با سخنانت، با گفتارت، با رفتارت، با نگاه کردنت. ظلم چه بد وضع در ناموضعی، که نباشد جز بلا را منبعی. سگ همیشه حمله بر مسکین کند، تا تواند زخم بر مسکین زند. یه 20 بیتی مانده است، اگر ادامه این هست، اگر حوصله دارید 10 دقیقه از زمان باقی است، این رو هم بخوانیم، اگر که نه که تمام کنیم. خب سکوت علامت رضا نیست، ولی خب ما بگیم. رشحه سوم در بیان مکافات. در بیان مکافات که لازمه طبیعت عالم است و هر کس را در هر کاری به جزا و سزای او میرساند، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال یعنی سنگینی، به اندازه سنگینی یک ذره. ذره رو هم گفتن که این که انسان میبیند، آن ذره های کوچکی که از تابش نور در هوا هست و حرکت میکند، او ذره رو میگه. هر کسی ذره ای خیر ببیند، آن را میبیند، خیر انجام دهد، عمل کند. هر کس ذره ای شر بکند، آن را هم خواهد دید. بعضی آمدن گفتن در آن جهان است. در آن جهان که هست، اون هیچ بحثی نیست. اما طبق عدل الهی در این دنیا هم چنین چیزی
دیده می شود. در این دنیا همچنین است که هر کسی کار بدی می کند خواهد دید، در همین دنیا هم خواهد دید. فقط بعضی مکافات ها می ماند به آخرت، و الا خیلی از مکافات ها در این جهان انسان می بیند، انسان تلاش می کند. هر کسی اگر خوب دقت کند ببیند که چه حالتی داشته است. در بیان مکافات که گفت فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. بیا با اینکه دیوار سایه زیاد باشه، بلند باشد، ولی نهایتاً چه میشه؟ آن سایه کم 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 میشود با بالا آمدن خورشید و آن سایه به سوی تو میآید. این جهان کوه است و فعل ما ندا. بسیار بیت مشهور از همه شنیده اید و خوانده ایم. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. در برابر کوه بیست، ناسزا بگو، نفرین کن، یعنی نفرین به تو خودتو برخواهد گشت. اگر به کوه آواز خوش ده تا خوش آید، اگر خوش بگویی خوش خواهد آمد، بد بگویی بد خواهد آمد. هیچ شکی در این نیست. چون که بد کردی بترس، ایمن مباش، زن که تخم است و برویاند خداش. تو که بد کردی تخم بدی رو کاشتی، مطمئن باش خدا باغبان خوبی است، او رو خواهد پرورید و نهایتاً علیه خود تو به کار خواهد رفت. چندگاهی او بپوشاند که تا آیدت زن بد پشیمان و حیا. آن تخم بدکاری که کاشته ای یه مقدار طول میکشه جوانه بزند و از سر از خاک بیرون بیاورد. میگه خدا اون رو مماثلت کرده، خدا اون رو اندکی میپوشاند، خدا قسمتی رو میپوشاند اول. اگر زود توبه کردی که هیچ، اگر نکردی آن وقت برمیگردد. گفتن تا خداوند در سه روز، در بعضی روایت ها سه روز است، در بعضی روایت ها 24 ساعت است، یک روز، یک شبانه روز است که گفته است خداوند به فرشتگانش دستور داده است کارهای بد بندگان مرا تا یک روز و بعضا تا سه روز ننویس، بعد از آن اگر توبه نکردند آن وقت بنویس. و گفتند اگر کار بدی کردی یک روز بعد اگر توبه کنی او رو نخواهند نوشت، و این هم لطف خداست که بر ما شامل فرموده است. بارها پوشد پی اظهار فضل، بارها به خاطر اینکه فضل خود را نشان دهد میپوشاند، پس بگیرد از پی اظهار عدل. به خاطر اینکه فضلش رو ظاهر کند میپوشاند، ولی به خاطر اینکه عدالتش رو آشکار کند آن وقت به حساب رسیدگی میکند. تا که این هر دو صفت ظاهر شود، هم صفت فضل و هم صفت عدل خداوند بایستی ظاهر شود. این مبشر گردد آن منذر شود. صفت فضل مبشر است، بشارت می‌دهد، و صفت عدل الهی انذار می‌دهد و می‌ترساند. کی کجی کردی یا کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در پی اثر. میگه کی بدی کردی که اثرش رو ندیدی. آخه بعضی ها دیگه انقدر دیگه بدبختن که اثر کارهای بد خودشون رو هم نمی‌بینند. این که دیگر پایان بدبختی است، این که دیگر امیدی به بهبود او نیست. کار بدی کرده است، ولی بزرگان عرفا گفتند هر کار بدی که کردی یک لحظه دلت گرفت، دلیلش رو جستجو کن. در مثنوی هست که فرمود مولانا که دلت گرفت، این دل گرفتن ها به خاطر چیست؟ اصل شد دلم گرفت، نه اصل بهانه است. دلت چرا گرفت؟ به خاطر گناهی است. مولانا میگوید یک گناه کرده ای، به نسبت آن دلت میگیرد، دو روز دلت میگیرد، یک روز دلت میگیرد، چند ساعت دلت میگیرد. در همین جا این مکافات عمل رو اونجا مشاهده میکنی. انسان بایستی واقعا دقت کند هر کاری که بر او پیش میآید، ناملایماتی که پیش میآید، او رو ببیند که به خاطر کدام گناهش بوده است. اگر منصف باشد، اگر به خدا نزدیک شده باشد، اگر این امر رو تمرین کرده باشد، میفهمد بله یک ضرر مادی به کسی رسید، باید بنشیند بگوید که خب چرا این ضرر مادی رسید، من چه کردم. اگر برود خواهد دید دل کسی را شکسته است، این ضرر مادی به جای آن بوده است. اگر دلش میگیرد ببیند موجب گرفتن دل کس دیگری شده است. نمیشود من دل کسی رو بگیرم و ناراحتش کنم و خودم همینطور باشم.
هر بدی و ناشایستی که بر من و بر روح من وارد می آید باعث ببینم، بشناسم. و نزدیکترین بنده خدا به خدا کسی است که اینها نزدیکتر باشد. بلافاصله ظهر یک کار بدی کرد، بعد از ظهر یه بلایی سرش بیاد، بگه که خدایا خوب شد، حالا دیگه تسویه حساب شدیم و دیگه کار ما گذشت. اما اگر خداوند مهلت بدهد، این کار سخت می کند. انسان هر کار بدی که کردیم یاد بگیریم و بدانیم که قبلا چه کردیم، و البته عنایت خداوند شامل حال ما خواهد بود و ما خواهیم فهمید که چه کار بدی کرده بودیم، به خاطر آن کار بود که چنین شد. بعض وقتا ممکنه که متوجه نشویم، با آن هم از غفلت ماست. بارها پوشد پی اظهار فضل، پس بگیرد از پی اظهار عد، تا که این حد و صفت ظاهر شود. این مبشر گردد آن منذر شود، کی کجی کردی و کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در پی اثر. کی فرستادی دمی بر آسمان، نیکی که از پی نیامد مثل آن. کدام دعا رو کردی که بعد از آن یک بهجت روحی و زیبایی روحی و یک فرحناکی عظیمی دل تو رو نگرفت؟ ای درویش از ظلم و فسق، هر چه نسبت به هر کسی کنی دیگری را برگمارن که با تو همان کنک که تو با آن کس کرده ای. با هر کس هر کاری کنی دیگری رو میگمارن، وظیفه میگذارن. فلان بنده ما بنده دیگر ما رو ناراحت کرده است، برو تو همون رو ناراحت کن. اتفاق خواهد افتاد، اتفاق می افتد، می گمارند. اعمالکم امالکم، پیغمبر فرمود اعمال شما امالشون، اعمال شما کارگزاران شما هستند. شما هر عملی که کنید کارگزار شما همان کار رو انجام خواهد داد. و الیه اشار حضرت المولوی، ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. میبینی کسی با تو بدی کرد، میگه آن بدمستی و نفاق توست که در او ظهور پیدا کرده است. کسی آمد با شما رفتار بدی، این چرا این کارو کرد، چرا چنین به من گفت، چرا چنین اتفاقی بر سر من آمد. بدان که کارهای قبلی بد تو هست که به این شکل مجسم شده است و به تو نشان میدهند. آن تویی کان زخم بر خود میزنی، بر خود آن دم تار لعنت میتنی. به کسی لعنت میفرستی، خب کسی دیگری هم تو رو لعنت خواهد کرد. در خود آن بد را نبینی تو عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را بجان. تو اون بدی رو آشکار نمیبینی، و الا هیچ کس که دشمن خودش نیست که بیاد چون این کار کنه. بدی کنه اگر ببیند که آن بدی میآید، هیچ وقت دشمن انسان نیست که با خود بدی کنه، ولی چون نمیبیند، ناآگاه هست، در غفلت هست، نمیداند که این بدی که به سمت او آمد به خاطر کارهای خود اوست. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدان کس تو بود آن ناکسی. به قعر خوی خود برس. این خیلی حرف زیبایی است، کلید واژه هست واقعا. قعر خو، این خو و اخلاق خودم رو بشناسم، در قعرش باید بدانم من کی هستم. راجع به خودمان تفکر کنیم، راجع به خودمان که من چگونه آدمی هستم. نه اینکه هی بگیم ما خیلی آدم خوبی هستیم، یکی از مشکلات بزرگ ما همین است که وقتی در مورد خودمان فکر میکنیم ما قدیسه هستیم و فرشته هستیم، از آسمان همین الان پایین آمده ایم. نه، بدیهای خود رو ببین. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبد عالم کبودت می نمود. کودکی ها یک عینک هایی بود، قرمز بود، می زدیم همه جای دنیا رو قرمز می دیدیم. آبی بود، می زدیم می گفتیم همه جای دنیا آبی است. اگر آن عینک رو برداری، آن عینک خشم و نفرت رو از چشمت بردار، ببین همه انسان زیباست. چرا انسان های دیگر رو انسان های بدی می دانی؟ به خاطر اینکه خود بد شده ای که انسان های دیگر رو بد می دانی. یکی آمده بود میگه آقا فساد کل شهر را گرفته است. گفتیم پس چرا ما این فساد رو نمیبینیم؟ همه بد شدن. نه چنین نیست، همه بد نیستن. خب هر کسی اشکالاتی داره، ولی اون از عینک درون خود میبیند. چون خود بد است، دیگران رو بد میبیند، با دیگران به بدی رفتار میکند. گر نکوری این کبودی دان زخیش، خیش را بدگو مگو کس را ده. اگه بدی هم میگوی دیگری رو نگو، خودت رو بگو.
هر که با اهل کسان شد فسق جو، اهل خود را دان که قواد است. خیلی عجیبه. یکی میگه که مثلا به ناموس دیگران توجه نکردن، گفتن یک روایتی هست که اگر کسی به ناموس دیگری خدای نکرده تعرض کنه. من این روایت رو در چند جا دیدم و خیلی وحشتناکه. هر کس به ناموس دیگری نظری داشته باشد، مطمئن باشد دیگران به ناموس او نظر دارند. این بسیار مسئله مهمی است. جوانان ما بسیار بایستی به این توجه کنند. و ممکن است که بگوید نه، من که اصلا مثلا من کسی رو ندارم. خب کسی خواهی داشت. آن وقت است که آن کاری که تو با دیگران کرده ای، دیگران با تو انجام خواهند داد. زان که مثل او جزای او شود، چون جزای سیئه مثلش و جزا و سیئتون مثلها. آیه قرآنه، همش آیه قرآنه. قصد جفت دیگران کردم ز جاه، بر من آمد آن و افتادم به چاه. من در خانه کسی دیگر زدم، او در خانه مرا زد لاجرم. در دیگری رو بزنی دوی مگاهونه دوی الدرگاهونه. این ندانی که از پی من چه کنی، عاقبت در چاه خود را افکنی. داد حق من از مکافات آگهی، گفت ان ادتم بهی ادنا بهی. ان ادتم ادنا، اگر تجاوز کنید، اگر دشمنی کنید، ما هم دشمنی میکنیم، مقابل مثل میکنیم. یعنی از سوی بنده خدا هم به ما توجه میدهد. فکر نکن که کسی بی پناه است. اگر به بنده ما هم بی حرمتی کنی، ما به تو بی حرمتی خواهیم کرد. حقیقت مکافات وقتی دریافت شود که آدمی مراقبت احوال خود نماید. انسان اگر مراقب نباشد مکافات رو درک نخواهد کرد. چنانچه خیلی از مردم مکافات رو درک نمی کنند. وقتی مراقب اعمال خود بودیم، این قصه برای ما روشن خواهد شد. به حساب کار خود مشغول باشد کما اشار به. گر مراقب باشی و بیدار خود، این بیدار خود خیلی زیباست. بیدار خود، توصیه می کنم به این کلمه توجه کنید. بیدار خود باشیم، نسبت به خود بیدار باشیم و هم بیدار خود باشیم. بینی اردم پاسخ کردار خود. بینی آندم دیگه، اینجا ها که میره درج میشه، اینجوری بخونیم بهتره. بینی آندم پاسخ کردار خود، چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت نبود قیامت آمدن. اگر حساب کتاب داشته باشی، لازم نیست قیامت بیاد، روز قیامت کبرا بیاد. همین قیامت صغرا حسابت را خواهند رسید. هر که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش نبود که گویندش صریح. وقتی یک کسی رمز رو میداند، دیگه لازم است که صریحا به او بگویند. این بلا از کودنی آمد تو را، که نکردی فهم رمز نکته را. از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دیده ویت هر دم نظیر. گفت چرا خدا خود را بصیر گفت؟ بینا هست، یعنی بدانی که او بیناست، او تو را میبیند. بنابراین بترس از این که او میبیند، بترس از ستم به دیگران که او به جای آن شخص مظلوم نشسته است و تاوان او را از تو خواهد گرفت. از پی آن گفت حق خود را سمی، که ببندی لفظ گفتار شنی. میگه در محضر خدا آدم حرفای شنی میزند، حرفای زشت میزند، دشنام میگوید، حرفای بد بر زبان میآورد. آخه او میشنود، شرم نداری از او که او میشنود؟ پس سخن بد نگو. شرم نداری که او میبیند بصیر است؟ پس کار بد مکن. از پی آن گفت حق خود را علیم، بسیار دانا، تا نیندیشی فسادی تو زمین. بعد آنکه ناپسند است، یک فکری، فکر رو نمیشه دید، نمیشه گوش کرد، ولی آنجا هم فرموده علیم است خدا، میداند هر چه که در ذهن تو میگذرد، هر فکر پلید و ناروایی که در ذهن تو میگذرد او رو میداند. هین مراقب باش گر دل بایدت، که از پی هر فعل چیزی زایدت. هر کاری که انجام دادی آن چیزی به تو اضافه میکند. ور از این است و همیشه تو رو زیر نظر دارد، از او کار تو بالا خواهد رفت و از اولیای الهی خواهی شد. از حوصله‌ای که به خرج دادید بسیار سپاسگزارم و ممنونم. و السلام علیکم و رحمت الله.